روز بخیر بیننده عزیز. در سرخط خبرهای امروز پنج شنبه 13 ایول من تایری سفر شما را همراهی میکنم. هشدار درباره گرمی طاقت فرسا در تاجیکستان، اعلامیه آریون بانک درباره شهرت اسمت الله، گفتگوی مدیران خدمات جاسوسی روسیه و آمریکا درباره اوکراین و هم همچین کاری سه مرد و یک زن بعضی از خبرهای امروز است. و در ابتدا یک اعلان کوتاه هواشناسان تاجیک که میگویند حرارت در تاجیکستان در روزهای آینده به حد طاقت فرسا میتسود و ممکن است تا به مرز 45 درجه برسد. اگر در دوشنبه در پایتخت هستید منتظر حرارت تا 40 درجه باشید. اگر در کلاب زندگی میکنید پس احتیاط کنید، زیرا حرارت اینجا تا به 44 و یا 45 درجه بالا میرود. خاروخ هم شاهد حرارت غیر مقرری 35 درجه میشود. مسئولان آریون بانک، بانک نزدیک به خانواده رئیس جمهوری تاجیکستان، بار اول و پس از تقریبا سه هفته درباره قضیه شهرت اسمت الله اطلاع دادند. آنها در اعلامیه روز 10 ایول به شریکان و مشتریان خود گفتند که معاون اول رئیس بانک از جانب گروه سازمان یافته جنایی ربوده شد. با اطلاع مقامات تاجیکستان، شهرت اسمت الله روز 23 ایون امسال ربوده شد و بر اثر شکنجه جان داده است. دادستانی کل میگوید که جسد اسمت الله را به دریا پرتافتند، اما تا هنوز آثار از او را پیدا نکردند. در پیوند به مرگ او مقامات انتظامی چند نفر را دستگیر و چند نفر را گمانبر اعلان کرده، بعضی را در بیرون از تاجیکستان میجویند. رادیو آزادی مستقلانه درستی خبرها را تصدیق و یا رد کردن نمیتواند. فدراسیون بین المللی هلال احمر میگوید که تاجیکستان با واکسین زنی سراسری خطر گرفتاری به بیماری های سیراتی را به حد زیاد کم کرده است. در یک اطلاعیه سازمان که روز 12 ایول نشر شد آمده است، از جمله واکسین زنی به ضد بیماری سرخکان در بین خرد و بزرگ در تاجیکستان 96 درصد اهالی را فرا گرفته است و بنا به آمار داخلی 97 درصد مردم هم به ضد بیماری گل و زندانک و یا دیفتریه واکسینه گرفتند. سازمان جهانی بهداشت مهمه امسال تاجیکستان را کشوری آری از ورجه اعلان کرد. این زمان با گفته فدراسیون بین المللی هلال احمر، کشور در برابر بیماری های سیراتی خطرناک ولی پیشگیری شونده به مثل فلج اطفال آسیب پذیر میماند. تاجیکستان که تا سال 2020 کشوری آری از فلج اطفال بود، سال 2020 و 2021 شاهد خروج بیماری شد. با گفته مؤسسه مذکور، بیماری کووید 19 هم نشان داد که به سبب مهاجرت زیاد اهالی تاجیکستان در برابر بیماری های سیراتی همچنان آسیب پذیر است. مدیران خدمات جاسوسی روسیه و آمریکا ماه گذشته در یک صحبت تلفنی در باره سرنوشت اوکراین صحبت کرده و گفتند که با این کشور چی کار کنند. در این باره خبرگزاری دولتی تاس روسیه روز 12 ایول خبر داده است. رسانه آمریکا روز 30 ایون و بعد آشوب نافرجام یوگنی پریگوژین، رهبری زرخریدان گروه واگنر در روسیه، خبر دادند که ویلیام برنز، سرداری خدمات جاسوسی آمریکا، با سرگی ناریشکین، مدیر خدمات جاسوسی روسیه، زنگ زده و گفته است که آمریکا هیچ نقشی در آشوب روز 24 ایون ندارد. ناریشکین تصدیق کرده است که ویلیام برنز حادثه های روز 24 ایون را در میان گذاشت که در آن روز زرخریدان واگنر شهر رستاوی ساحل دان را اشغال کرده و به سمت مسکو رهسپار شدند، ولی یک بار از عزمشان برگشتند. سرگی ناریشکین گفته است که صحبت تلفنی با برنز یک ساعت ادامه کرد و این مسئله را بررسی کردیم که با اوکراین چیکار کنیم. سرگی ناریشکین گفته است ممکن است در یک وقت مذاکره درباره جنگ در اوکراین امکان پذیر شود. در ناحیه پغمان ولایت کابل با امر دادگاه طالبان سه مرد و یک زن را شلاق زدند و یا با اصطلاح دیگر قمچین کاری کردند. دادگاه عالی طالبان روز 12 ایول با نشر یک بیانیه رسمی گفت که هر چهار نفر با اتهام فساد دستگیر شدند، ولی معلوم نیست که چه کاری خطا یا قانون شکنی کردند. با امر دادگاه طالبان سه مرد و یک زن همچنین برای سه ماه در زندان میمانند. قمچین کاری در بین مردم که طالبان از آن زیاد استفاده میکنند پیوسته از طرف سازمان های حامی حقوق تنقید میشود. طالبان که دو سال پیش حکومت در همسایه کشور تاجیکستان را غصب کردند، با تدریج قانون و قاعده های ارتجایی و قانون های سخت گیرانه شریعت را براه انداختند و در عهد پیشین خود زنان را در بین مردم سنگسار هم کردند.
در تاجیکستان که این شب و روز گرمی طاقت فرسای حکومت فرماست و خاک بارش هم در راه است، از بیماران دل خواستند خود را احتیاط کنند. رسما بیشتر از 219 هزار شهروند تاجیکستان گرفتار کسلی دل یا قلب هستند. معلوم نیست چقدر دیگر به بیمارستان نرفتند و در خانه به خود درمانی مشغولند. مرگ از سکته قلبی هم در کشور بیشتر شده است. برات یوسفی و علیشهر ظریفی همکاران ما در دوشنبه به دیدن چند بیمار دل رفتند و گزارش آنها را پس از 4 ساعت تقدیم میکنیم. و خبر دیگر در تاجیکستان این است که در تاجیکستان زیاده از 159 هزار معیوب یا شخصان امکانیتشان محدود ثبت شده است و 32 هزار نفر آنها کودک هستند. نمایندگان حکومت پیوسته دلیل می آورند که معیوبان از نقلات اجتماعی به پول استفاده می کنند و انداز یا مالیات زمین نمی سپارند. بعضی از معیوبان شکایت داشتند که با شرایط و نفقه که اولا دارند زندگی کردن دشوار است. آمبودسمن تاجیکستان هم در گزارش در اول امسال گفته است معیوبان با مانعه های زیاد روبرواند، از جمله در ساختمان های نو که چگونه برآمدن و یا فرآمدن آنها را به نظر نمی گیرند. و حالا نوبت به قربی ارزی خارجی. بانک ملی تاجیکستان امروز بهای روبل روسیه را 1 سومانی پایین برد و ارزش 1000 روبل را 120 سومانی مقرر کرد. در بعضی از بانک های تجارتی این رقم پایین تر است. 100 دلار را به 1092 سومانی و 100 یورو را به 1210 سومانی عوض می کنند. سرخط خبرها را در اینجا به پایان می بریم. پس از 4 ساعت در برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی در خدمت شما هستیم.